درود بر شما. ببینین، آدم های مهمی هستن چه تو تاریخ معاصر ایران و چه در تاریخ گذشته که کمتر شناخته میشن، کمتر بهشون میپردازن و معمولا هم دو دلیل داره این موضوع. یکی این که حکومت ها بنابرای منافعشون نمیذارن این آدم ها مطرح بشن، شناخته بشن، حرفاشون شنیده بشه، برای اینکه مردم آگاه میشن، و از اون طرف هم مردمی که عادت کردن به یک سری خرافات و یک سری داده هایی که از طرف متولیان دین به اصطلاح بهشون همینجوری داده شده، این مردم هم طبیعتاً نمیتونن ترک عادت بکنن و در نتیجه خوش ندارن که خیلی این آدمای مهمی رو که حرفهای مهمی میزنن و راههای جدیدی رو نشون میدن بشناسن. میخوان همون راه گذشته رو برن. آیت الله سید ابوالفضل برقعی یکی از این آدمای مهمه. بشناسیم ایشونو. آیت الله ابوالفضل برقعی، متولد 1287 در قم. در گذشت آیت الله برقعی رو به غلط شاید اغلب 1370 نوشتن، ولی اطرافیان ایشون میگن سال 72 نیمه شب در منزلش به ضرب چند گلوله کشته شده. آیت الله برقعی از سالها قبل از انقلاب با این دستبندی‌های حاکم بر حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه قم، مخالفت میکرد که شرحش به تفصیل در زندگی نامش هست، که برای نمونه در کتاب سوانح ایام که زندگی نامه ایشونه، مثلا درباره دهه 40 و اعلام اعلمیت آیت الله بروجردی نوشته است که بروجردی اعلم میشه چون بیشتر از بقیه مراجع پول به طلبه ها میده. مرجعیت شیعه هم ساختگی میدونست آیت الله برقعی و هم اصولی رو که به عنوان اعتقادات ایمانی شیعه مطرح است. اصولا میگه این شیعه و سنی و فرقه بازی هیچ کدومش ربطی به دین اسلام نداره. یه نامه مینویسه با آیت الله خمینی همون اوایل انقلاب درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی، که البته میدونن قبل از انقلاب هم بود. نوشته است نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنند. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخواند و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم، و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشرک خوانده است. رد اعتقاد به چیزهای ساختگی رو آیت الله برقعی از همون آغاز از اصول متعارف دین شروع میکنه. مادر همه بدبختی های ما جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمامداران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن سواری بدن، محله کورا باشه، که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد، بینا شد، دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور، آیا اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا، گفت آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خیلی خود اصول دین چند تاست بشه برخورد خودم بدین همه میدونن. گفتم بله خب بگو. گفت 5 تا. گفتم مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته 5 تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته 5 تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. مونتوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه،
قوم برو قوم پیش آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول داری. گوه آقا سوزین چند تا میگه؟ پنج تا. گوه آقا مدرک شما، خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد، این ملتش چقدر ندانن. آیت الله برقعی میگه این روزه خونی ها و تو سر و کله زدن ها و گریه کردن ها همش خرافات است و انحراف از دین. روزه خونه گفته عشق تو بیرین داری به تا صبح هم باشو، از سر صبح، از سر شب تا صبح سینه ایست زرده بزن یا عباس میکن. حالا عباس کجاست معلوم نیست. یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو ببینی برقعی چی میگه. عبدا چرا مقصرن؟ چشم گوششون با کنن هی پشت به سانی ها. یه دفعه برو ببینی سانی چی میگه. نباید انسان که همین مقلد آخوند خودش فرمان میکنه دا همه فرقه هم دیم. اون یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره، هر که تو رو هر راهی از همون به اون گلودار خودش نگاهش به اونه، عقلش رو به کار نمیندازه. این از که خدا میگه عاقلان کیانن؟ اون کسانی که عقلش رو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. اون کسانی که عقلش رو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. عقلش رو به کار انداخته. حاجی آقا بعضی آقا هستن که من خودم چند سار پنگ رو آوردم اینجا، یه موقع جمع شده اومدم باز رفتن دیگه نمیدونم یه چی باز کنم کنم همون عصبیه تعصب، تعصب جهالتی که دارن. میگه اون پیش نماز ما راست میگه، آقای برقعی دروغ میگه، فقط آخوند ما روزخونه راست میگه. گفته عشق بیری دوباره بهش. تمام دعوا بر سر تعصب است که جهالت میاره. آیت الله برقعی میگفت که این دعاها حکم، که البته اصلا میگفت مفاتیح الجنان تناقض داره، مثلا برای مثال عرض میکنم با قرآن، مفاتیح الجنان که پر از دعاست، میگفت این دعاها حکم جنبل و جادو رو داره، همش خرافاته و شرک، برای کودن نگه داشتن مردم، پر کردن جیب آخوند و دعا نویس و آدم های آویزون به نیروی تولید و سرمایه جامعه، همش هم برای سواری گرفتن از مردم ناآگاه. آگاه هم اولوالالباب، این هایی که مردم میخوان سوارشن، سعی و خوششون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش با نشه، حرف دیگر را نشنه. اگر هر دیگر میگه پالونش کجه، یه نمیشه سوار شد، پالونش کج شد یه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخوندان میگوزن فلان کس پالونش کجه، اون نمیدونم بیم یعنی چه، یعنی دیگه نمیشه سوار شد، پالونش کج شد. تو در قرآن توضیح میده، میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه، خدا روزی کی میده، خدا باران کی میده، خدا همه خیرات از خدا میدونستن، ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام. اینه بدتر این که برو به مشهد، تو راه مشهد بشکنه پاک میگه خدا هست، مالشو ببرن میگه خدا هست، زیر ماشین بره میگه خدا هست، اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده میگه امامزا شفا شد. این بدتر نیست مبتلستان. بله، آیت الله برقعی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرها، به فقیران جامعه، به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده، زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دوزی آخوند از سفره های مردمه، از همین مردم گرفته میشه. گروه گروه من شهم امام میدن. شهم امام یعنی چه؟
کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش به عقیل و مثلا بچه هاش، فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی میگو بیالا خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد. نگرفت. خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن اما نمیدونستن خمسه. هیچ کدوم خمس نگرفت چون نمیدونستن بیچاره ها که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سیدن، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نگرفت. مصر علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصیت فیضیه دید پر از آخونده، لول میزن از آخونده. پرسید که ادمن پرسید که آقا این هم خریشونو کی میده؟ بودجه اینا رو بده. بودم خون سهم امام. رفت تو فکر خون سهم امام چیه؟ نمیدونه. نگرفته، نمیدونه. خب روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندهای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید، با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیز. مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت میشود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای سوار شدن. عرض کردم بشنوین برمیگردیم. یا مهدی ادرکی، همه جا نمیشتم همه چی ادرکی، یعنی چی؟ شرکه. خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن تا آدرس همه ماست. و خدا چکاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتن بهش گفتم آقا جان آقا تو نمشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی؟ اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ این دنبال آیت الله افتاده، عقلش حاضر نی که بره دنبال عقلش. تا میه حرف زنیم که آیت الله هم کی همچی بوده. خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا. ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده، اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف. باز نمیشته که نواب امام زمان حوائج مردم رو همه رو روا میشنن. بابا جان خود پیغمبر حاجت کسی روا نکرد، نواب امام زمان همه رو حاجت مردم روا کردن. که این آیت الله های که نائب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ اگه راست میگن